بله بند عزیز، مجددا خدمت شما عرض سلام دارم. امیدوارم بیننده برنامه باشین و مهمان اول برنامه ما در برنامه حضور پیدا کنن. خوش آمدید عرض میکنم جناب آقای مطهری، دکتر مطهری. خیلی خوش آمدید دکتر عزیز. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان خوب و فهیم تلویزیون خوب اصلاح، و خوشحال از اینم که بعد از مدت‌های مدیدی باز هم در خدمت شما و بینندگان عزیز شما هستم. سپاسگزار هستیم. بله بیننده عزیز، قبل از اینکه ما برنامه شروع بکنیم به آقای مطهری گفتم که باید شما رو جریمه بکنه، به خاطر که ما مدت زیادی است دکتر صاحب با خود نداریم و کم سوالی ما بود. خواهش میکنم و خواستم دکتر صاحب در برنامه با خود داشته باشین و بعضی مواردی هست، بعضی همشهری عزیز ما فکر میکردن که دکتر صاحب هم مبتلا به ویروس کرونا شدن خدای نخواسته، و خوشبختانه دکتر صاحب صحتمندن و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. باز بیشتر از زبان خودشان میشنویم و خواستیم روی همه موضوعی که امروز داغ هست در سر تا سر دنیا و مخصوصا در کشور خود ما و شما و او هم در ولایت هرات، خواستیم روی صحبت بکنیم. مسائلی از اینکه به چی شکل وجود داره، تاریخ چیزی ویروس چگونه هست، آیا قبلا وجود داشته یا نداشته، چگونه سرایت میکنه و باید چگونه وقایع باشه و چگونه هم تداوی باشه، آیا وجود داره مرایل، همه جناب دکتر صاحب جوی معلومات میشیم. دکتر صاحب اول میخوایم که کوتاه اشاره بکنیم که بعض شایعات ما در شهر دیدیم، از اینا چقدر واقعیت داره چقدر نه؟ خوشبختانه همه شایعه بود و دروغ محض. من در سلامتی کامل به سر میبرم. امید الله شکر حال از طریق تلویزیون شما و از طریق تریبون شما خدمت بینندگان عزیز اطمینان میدم که هیچ گونه کسالت خوشبختانه ندارم. از طریق یک از صفحات مجازی پیامی نشر شده بود که یکی از دکتر صاحبای جلدی که تازه از ایران آمده تست کرونا از مثبت شده. خب برخی از مردم ما که نمیفهم بیکارن یا دوست دارن شایعات بیشتر دامن بزن، ذهن اونا به طرف ما یا یکی از دو تا دکتر صاحبای دیگه رفته بود و فقط ما مورد توجه بودیم، در حالی که او همکار ما که متاسفانه تست کرونا از مثبته، یکی از دکتر صاحبای خوب و جوان ما نه، که هیچ کدوم از ماهایی که چند سال در این شهر بودیم و خدمت میکنیم به هموطن عزیز نیستیم، و خوشبختانه من در ساعت سلامتی کامل هستم و در خدمت شما و آمادیم که به سوالات شما پاسخ بدم. و ما باز هم تاکید میکنم که بینندگان عزیز ما کوشش کنن که از شایعات پرهیز کنن و بیشتر بیاموزن که چگونه راهکار پیش ببرن که در مقابل این مرضی که متاسفانه حال مهلک شده و متاسفانه کشنده شده، چگونه راهکار پیش ببریم که جان خود را ایمن نگه داریم. و میفهمیم که حفظ جان فرضه و باید که به دستوراتی که از طرف تیم صحی داده میشه، دستور و بالاخره فرمان کامل از اونا ببریم و اطاعت کامل داشته باشیم. و دلیل اساسی از او اینه که به من خاطر من اصرار میکنم که کوشش کنن که بیشتر از این که دنبال شایعات میگردن و شایعات کی گرفته کی نگرفته، به فکر از این باشن که خود اینا چگونه خود رو وقایع پیشگیری کنن که تو به این مرضی که خوشبختانه آمار نشان داده که ما 103 کشور فعلا به مرضی کرونا مبتلا هسته و آمار مصابین کشور ما از جمله کشورهایی است که دو یا سه کشور آخرین کشور کمترین مصابین داره، یعنی 101 یا 102 کشور یا 100 کشور از ما خیلی آمار مصابین بیشتره. پس ما باید تشویش داشته باشیم و کوشش کنیم اقدامات بگیریم که به این مرضی مبتلا بشیم. و چیزی هم خوشبختی میگیم که اولین واقعه که ثبت شد خیلی فاصله هم طالت سپری شده دیگه، باید آمار بیشتر بود. خوشبختانه آمار نیست دیگه. خوشبختانه بله، تقریبا 10 روز 12 روز میشه چی شده تثبیت شده که و هم فکر میکنم سفر داشته به کشور ایران و از اون طریق این مصاب شده. بله. سپاسگزار هستم جناب آقای مطهری. من میخوام پرسام بکنم که روی اشکال و تاریخچه این ویروس کمی صحبت بکنیم. هرچند شاید سوال برای بیننده عزیز خلق باشه که دکتر صاحب خب بخش جدی تخصص دارن چرا از این سوالا، و در این قسمت ای همه دکتر صاحب معلومات دارن و خواستیم که دکتر صاحب در برنامه با خود داشته باشیم که تا هم از یک طرف مشایعاتی که بود برطرف بشه و همچنین معلوماتی که دکتر صاحب در قسمت میدن اونم ان شاء الله که ما با شما بشنویم و از این استفاده بکنیم. مشکل روی اشکال و تاریخچه از ویروس جناب دکتر صاحب. تشکر جناب محمدی. بله حرف خیلی خوب اشاره کردن. من رشته اصلی من بخش آنتنی و چین نیست، ولی از طریق پیام هایی که از طریق وزارت سرطان و ریاست سرطان ابلاغ شده متوجه هستن، از طریق فضای مجازی گفته شده که تمام پرسنل صحی، چی متخصص باشه چی کارمند باشه چی دکتر باشه، اونایی که کوچکترین معلومات راجع به بیماری دارن میتونن که عرضه کنن. البته معلومات درست دقیق و اصولی نشایعه و مردم عزیز خود ارائه کنن تا اینکه مردم ما بیشتر از این مصاب بیماری نشن. و ما اساس
وظیفه خود دانستم که بیام حضور پیدا کنم به تلویزیون خوب شما و نکات هرچند اگر کم و زیاد باشه خدمت بینندگان عزیز بگم، گرچه وقت مطب و معاینه خونه و مریض ها هست که ما باید به اونجا اشتراک داشته باشم، باز از وقت گذاشتم و آمدم که خدمت بینندگان عزیز شما معلوماتی چند بدم. و البته راجع به بخش دیگه سوال شما که گفتین راجع به اشکال کرونا، کرونا ویروس یک ویروسی هست که تازه شناخته نشده، تازه کشف نشده. سال 1960 اولین واقعه از او کشف شده، 1960 یعنی اگر ما حساب کنیم 60 سال قبل اولین واقعه کرونا ویروس تشخیص شده و به ثبت رسیده در تاریخ بشریت، که البته از طریق حیوانات به انسان انتقال کرده و تونسته باعث ایجاد همین علائم سرماخوردگی و انفلانزا اینا بشه. ما دو شکل کرونا ویروس میتونه باعث ایجاد مریضی بشه. یکی اشکالش خیلی شدیده که در این 7 8 10 سال اخیر خیلی بین مردم جهان رایج یافته. یکی اشکال خفیفه که از سال 1960 که خدمت شما گفتم پیدا شده. و اشکال خفیف عرض علائم خفیف سرماخوردگی زده. اگه ما شما دیده باشیم که یا همه تجربه کردیم که به طول عمر خود حداقل دو سه بار سرماخوردگی تجربه کردیم، مثل آبریزش بینی و سرفه‌های خفیف و گاهی وقتا با اخلاط و برقم و همچنین تب و بدن دردی، اینا خود جمله سرماخوردگیه که توسط این ویروس کرونا شکل خفیفی ایجاد میشه. ولی از سال 2002 بود که اولین واقعی از او کرونا ویروس به نام مرس یاد میشد، یا ویروس سیستم تنفسی که در خاور میانه شناخته شد، که اولین بار یک واقعی از او در عربستان سعودی شناخته شد و این دانشمندا چی کردن که اون واقع تقریبا 800 یا 900 نفر مصاب ساخت و در حدود 200 نفر هم تلفات داشت. این یک شکل به نام مرس بود. یک شکل دیگه در سال 2012 کرونا ویروس به وجود آمد بود که به نام سارس یاد میشد، سندروم حاد تنفسی که از طریق تنفس انسان ها رو میگرفت، فسلنگی خیلی شدید ایجاد میکرد و او هم در حدود 1,500 الا 2,000 نفر فکر میکنم مصاب ساخته بود در اون وقت و چندین کشور محدود به چند کشور میشد و تعداد تلفات هم تقریبا 350 نفر بود. ولی این شکلی که فعلا شده، این کرونا ویروسی که فعلا سه شکل گفتم، شکل شدید یکی مرس بود، یکی سارس بود و این شکلی که فعلا به نام کووید 19 یاد کووید 19 این کووید 19 معمولا از مخفف یا از چند کلمه تشکیل شده. کو از کرونا گرفته شده، وی از ویروس گرفته شده، دی از دیزیز یا مرض، یعنی مرض ویروسی کرونا. 19 چرا گفته شده؟ به خاطر که اولین واقعی از او در سال در دسامبر 2019 یعنی آخرین ماه 2019 در چین، در شهر ووهان چین ثبت شده، که او هم از طریق بازاری که مواد و محصولات دریایی و اینا رو میفروختن این میکروب به انسان ها انتقال کرده و گفته میشه که از طریق خفاش به یک راسو یا یک حیوانی هست که حیوان وحشیه، معمولا در چین متوجه هستن که معمولا برای از اینا حیوانات اهلی و وحشی نداره، متاسفانه همه اونا میل میکنن و نوشجان میکنن، که اینا از طریق از او اینا انسان مصاب ساخته و از طریق یک انسان به انسان های دیگه مصاب شده و به تایمی حد که تا فعل حال که من در خدمت شما قرار دارم گفته میشه که در حدود 80-85 هزار نفوس در کل جهان و در 103 کشور جهان مصاب ساخت. جناب دکتر صاحب، این ویروس به انسان ها کشنده هست؟ به حیوانات که قبلا به وجود هست نیست؟ این ویروس که خدمت شما عرض کنم که کشندگی خورداره، بله کشنده هست، ولی فیصدی کشندگی از او خیلی پایینه، 2%. در حیوانات نخیر، حیوان بعضی از حیوانات سیستم معافیت قبلا به داخل بدن اینا ویروس جا گرفته بوده، داشتن سیستم معافیت یا سیستم ایمنی او حیوان این ویروس را شناخته، در مقابل از او آنتی بدی یا مواد ضد این ویروس را ایجاد کرده و ما اساس یک همزیستی مسالمت‌آمیز در وجود او حیوان داره، ولی در انسان به خاطر که شکل خود تغییر داده جهش کرده این ویروس. خود به خدمت شما بینندگان عزیز از یادم نره که بگم که خود این ویروس کرونا به این خاطر کرونا میگن به نام تاج یاد میشه، کرونا یا تاج، به خاطر که اگه شکل متوجه باشین تا تاجک داره داخل باشه، تاج پادشاهی با اون شکل یک چیز و اون اساسه که به نام ویروس تاجدار یا کرونا یاد میشه. همین شکل خور این تغییر داده به انسان که به این کووید 19 تبدیل شده و این کووید 19 به خاطر از اینکه اولین واقعی بوده که در 3 ماه یا 4 ماه قبل به انسان داخل شده و انسان تا حال سیستم معافیت از اون نشناخته، متاسفانه بیماریزا شده و باعث میشه که کشندگی ایجاد کنه، در حالی که
تاثیرات کشندگی از او و تاثیرات مخرب از او حتی نظر به انفلوانزا خیلی پایین‌تر. پس چرا جناب دکتر صاحب اقدامات بیشتر کشورها دارن در این قسمت؟ خیلی رسانه‌ای هست و خبرهای داغ دنیا همین فعلا کرونا است. کمال سوال خیلی خوبه جناب محمدی. معمولا همین گفته میشه، پیش من دوستان میان به مطب مراجعه میکنن میگن که خب دلیل چیه؟ خب اگر ما میشنویم به طریق رسانه ها که میگن انفلوانزا 16% 10% الی 16% الی 20% کشندگی داره، چرا مردم از اون نمیترسن ولی از این کووید 19 یا همین کرونایی که 2% کشندگی داره؟ دو دلیل داره جناب محمدی. دلیل اول اینه که من تو خدمت شما عرض کردم این کرونا شکل جدیدیه که سیستم معافیت بدن انسان تا الان نشناخته. وقتی که نشناخته پس در مقابل از اون ما فعلا معافیتی نداریم و متاسفانه واکسینی هم تا فعل حال ساخته نشده. دلیل از او اینه و از طرف دیگه دلیل اساسی عمده از اینه که سرعت انتشار این ویروس نظر به انفلانزا خیلی شدت بیشتره. مثلا اگر انفلانزا کسی انفلانزا بگیره یا سرماخوردگی بگیره امکان داره یک نفر مصاب بسازه، ولی این ویروس یا کسی که اگر به کرونا مصاب باشه امکان داره که دو تا سه نفر مصاب بسازه. به خاطر سرعت انتشار این ویروس نظر به انفلوانزا خیلی شدت بیشتره و از طرف دیگه واکسین هم شناخته نشده و به خاطر که کشورها خیلی اقدامات بیشتر و جدی انجام میدن که تا این ویروس انشالله در آینده خیلی نزدیک محو نابود بسازه. مثلا که جناب دکتر صاحب آیا از طریق اشیا هم سرایت میکنه یا خیر؟ میشه که مو آلات و وسایلی که این سرایت میکنه برای ما بگین؟ بله، متاسفانه ویروس ها گفته شده، خصوصا این ویروسی که اخیرا کشف شده، از طریق اکثرا آلات و ادواتی که ما و شما در اختیار داریم در اطراف مجاورت ما و شما هسته انتقال میکنه. گفته شده که از 2 ساعت الی 12 ساعت میتونه بالای اشیاء مختلف حیاتیت رو حفظ کنه. مثلا با اشیاء فلزی و استیل حتی تا 18 ساعت الی 20 ساعت میتونه زنده بمونه، ولی در اشیاء کاغذی تا 3 ساعت الی 4 ساعت، در اشیاء تکیگی تا 2-2.5 ساعت میتونه زنده بمونه. و به مو اساسه که زیاد توصیه میشه که از تماس با این اشیاء خودداری کنیم و آلوده ترین چیزی که مردم زیاد به او سر و کار دارن دو چیزه، یکی پول هست و یکی هم موبایل، که متاسفانه از طریق این دو چیز میتونه زیاد سرایت کنه. البته در کشورهای پیشرفته مثل کشور چین یا دیگه کشورها فعلا اعتماد گرفته شده و بیشتر از طریق کارت‌های بانکی از طریق سیستم‌های اینترنتی مبادله پولی صورت میگیره، پول نقدی در اختیار ندارم. ولی متأسفانه در کشور ما فعلا چون این چیزی کارت بانکی خاصی وجود نداره از طریق پول نقد اقدام میکنن. خیلی خیلی باید همشهریان عزیز ما محتاط باشن و متوجه باشن که از طریق پول میتونه زیاد به انتقال کنه بیماری به انسان. اگر حتما بیننده عزیز ما به ذهن هست از طریق غذا چگونه هست؟ از طریق غذا، اگر غذایی باشه که به صورت آلوده چی شده باشه، پخته شده باشه. مثلا انسان کسی هست که آشپز مصاب بیماری کرونا هست، اگر او غذای پخته میکنه، اگر ترشحات از طریق سرفه عقصه به داخل غذا باره امکان مصابیت خیلی زیاده، 80-90%. ولی خود غذا در صورتی که صحیح طبخ باشه، 80-90 درجه صحیح پخته شه و با سیستم بهداشتی درست از او تهیه شه و دسترس قرار بگیره، حتی اگر شخص کرونا مور بپزه، شخصی که مصاب کرونا باشه این غذا رو بپزه، بازم به شخص دیگه سرایت نمیکنه. بیشترین راههای سرایت ویروس کرونا از طریق تنفسیه، از طریق صحبت کردن، افرازاتی که از دهن خارج میشه، از طریق سرفه کردن، از طریق عطسه کردن و همچنین از طریق دست دادن و مسافه کردن و دست دادن به اجسامی که آلودیه و از تو طریق از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل میشه. تشکر جناب دکتر صاحب. بهترین وقایع رو اگر بیننده عزیز ما بگین که حالا ما چی باید کرد، مخصوصا در کشور خود ما و شما افغانستان با همه امکاناتی که ما دسترس داریم، یعنی بگیم مثل کشورهای پیشرفته نیستیم، چی باید کرد؟ من خواهش میکنم از بینندگان عزیز که تا جایی که امکان دارن او از دوستان عزیزی که صدا ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینن این پیام های صحیحی که داده میشه از طریق فضای مجازی از طریق رسانه ها خواهشان جدی بگیرن. من اکثرا دوستان مراجعه میکنم برای من، البته این دو لبه تیز یک قضیه خدمت شما عرض میکنم،
به دلیل از اینکه بعضی انسان‌ها در شهر ما وجود داره، پیش ما مراجعه می‌کنن که بسیار بسیار جدی می‌گیرن، حتی به وسواس، مرضی وسواس گرفتار می‌شن. من یک خانم دیروز به معاینه خونه اومد که کاملا دستای پست داده بود و تخریش شده بود. من نگاه کردم اینا، گفتم با چی تماس کرده؟ گفت چیزی نه تماس نکرده، پماد چیزی نزد. باز نگاه کردم گفتم نه حتما زیاد تماس کرد، یک حساسیت تماسیه. چرت زد بعد در گفت من دکتر صاحب همی به ما گفتن شما زیاد دستاخور بشین، من روز 100 بار دستاخور با آب و صابون میشویم. خب نباید او اندازه افراط هم بشه، نباید 100 بار شسته شه و نباید هم یک بار شسته شه. کوشش کنه هر 2 ساعت 3 ساعت با صابونی که به دست نامناسبه دستاخور حتما شستشو بدن. استفاده از ماسک گرچه گفته شده که 100% نمیتونه موثریت داشته باشه، بیشتر ماسک به کسایی که مصابن موثره که اون ویروس رو به دیگران انتقال نده، ولی اگر کسی که مصاب بیماری نباشه و خواسته باشه ماسک بزنه، تاثیر از معمولا 10-15% باز هم خوبه که استفاده شه. و تا جایی که امکان داره اگر دستکش استفاده میکنن عزیزان ما، دستکش های یک بار مصرف پلاستیکی به محیط ها میرن هم گپ خوبیه، و اگر که دستکش استفاده میکنن نمیکنن، کوشش کنن که دستاخور اولا به اجسامی که نیاز ندارن استفاده نزنن و پلو از، و اگر میزنن هم کوشش کنن هر 1 ساعت هر 2 ساعت دستاخور شستشو بدن با صابون مناسب. این راه خیلی خوبه برای جلوگیری از اون. مثلا دست خور به موبایل بزن، اون موبایل خور کوشش کنن حداقل توسط یک پمپه یا یک الکل روز یک بار روی ضد عفونی کنن. دستگیرا در خور کوشش کنن تا جایی که امکان داره ضد عفونی کنن. و این مسائل برای از این نیه که تا عمر ابد باشه، خب برای 15 روز 20 روز یا یک ماه بعدیه. بعد از اون ان شاء الله این ویروس هوا که گرم میشه معمولا سرایت ویروس هم کم میشه و از شدت و تب و تاب ویروس هم کاسته میشه و ویروس میتونه به انسان ها معافیت بده و مخاطر شدت سرایت مرضی کاملا از بین میره. پس بهترین راه اینه که بمی 15-20 روز اول اون جدی بگیرن ولی تشویش نکنن. تشویش کردن تا جدی گرفتن تفاوت میکنه. جناب محمدی، ما دوستایی دارن که به قدر چی میگن که حتی نیاز دارن به قرص های اعصاب و روانگردان به این اندازه تشویش مشوشن. مثلا گفته شده که 2%، مثلا اگر کسی 100 تا بیمار کرونایی ما شما در نظر بگیریم 2 تا از امکان فوت از میره، 2 دانه. خواهش میکنم از بینندگان عزیز ما شما که به شایعات توجه نکنن. کسایی هستن میان دکتر سه معاینه خونه میان، من شنیدم که 7 نفر اول بردن دفن کردن، من شنیدم کسایی که میبرم قرنطینه میکنم اینا اول اولا که اینا نشون نمیدم فامیل نا، بعضی اینا میسوزنم زنده زنده، بعضی هم میگم دیگه مریض شما خلاصه. این حرفا رو کاهشن نزنه، انسان انسانه و همیشه دکتر صاحبان به خدمت شما هستن و دلسوزن و کوشش میکنن که تا جایی که امکان داره به کنترل بیماری کمک کنن. و بازم تاکید میکنم خوشبختانه کشور ما از جمله کشورهای محدود کشورهایی که در صدر بهترین کشورها قرار گرفته که ما کمترین مصابی نداریم. پس تشویش زیادی لازم نداره ولی جدیت برای پیشگیری حتما داشته باشن و همچنین تا جایی که امکان داره از دست دادن های زیاد خودداری کنن، از مسافه نکنن و تا جایی که امکان داره به خانه باید باشن و از تردد بیش از حد خودداری کنن. مثلا اگر نیاز ندارن بیرون برن تا این 15-20 روز کوشش کنن که زیاد تردد نداشته باشن، به خانه باشن. به خاطر اینکه 15 روز دوری تفریق یا دوری نهفتگی این بیماریه، مثلا از زمانی که این ویروس داخل بدن انسان میشه تا زمانی که عرض علایم خود نشان میده 15 روزه. این 15 روز دوره مخفیه که انسان میتونه به اون مصاب بشه بعد 15 روز خور نشان بده. و مو اساسه که به این 15-20 روزه که از بین کشور همسایه ما که ایران باشه خیلی زیاد شایع شده، امکان داره که به کشور ما هم سرازیر بشه، این 15-20 روز زیاد تردد نشه که به این ویروس مصاب نشن. و بازم من خواهش میکنم از دیدن عزیز وقتی که میخوان دستاخور بشینن، شستن دستو از خوب اصولی داره. من از یادم رفت بگم خدمت از اونا، ببخشم که بفرمایید از صحبت بیشتر میکنم دلیلی که نیاز میدونم نیاز برای دقیقه باشه. یکی از شرایط شستن درست دست ها اینه که صابون رو اول میگیرن به دست خود میگیرن به این حالت کلن کف دست خود، کوشش کنن که 20 ثانیه الی 30 ثانیه مدت شستشوی دست ها اینو در بر بگیره، کمتر نباشه. اولا دست ها به کف دست ها به این حالت میزنن صابون، کلن کف خیلی فراوانه باید به صابون به دست اینا باشه، کف دست برای 5 دقیقه 6 دقیقه ماساژ میدن. بعدن کف دست که پر کف شد و دیدن که صابون کف فراوانه به صابون هست، قسمت رو دست خور به این شکل، قسمت لا پنجه ها خور کلا شستشو بدن. بعدن 5 ثانیه دست خور شستشو میدن و بعد جایی که باقی میمونه این قسمت التواعات یا همین قسمت چین خوردگی های قسمت شست دسته، به این حالت دستاخور شستشو میدن.
و آخرین جایی که باید شستشو بدن نوک پنجه هایه، برای 5 سنه 10 سنه نوک پنجه ها خود به این حالت شستشو بدن و بعد از او به زیر آب شیر میگیرن. ترجیحاً استفاده از آب شیرگرم، آبی که بتونه آب صابون زودتر از بین ببره و شستشوی کاملتر صورت بگیره، آب شیرگرم یا همون نیمه گرم باشه خیلی بهتر. بسیار نیک، سپاس، تشکر جناب دکتر صاحب. و چون شما اشاره کردیم که وزارت صحت عامه دستور داده که تمام دکتر صاحب ها در این قسمت فعال باشن، و میخوایم پرسان بکنم که تدابیر و امکاناتی که ریاست صحت عامه هرات آماده کرده چقدر قناعت بخش خواهد بود؟ خوشبختانه همینطور به این شکلی که شما در جریان هستید و ما هم زیاد در جریان مؤثر همکارا و پرسجوی زیاد داریم، همکارای دلسوز خیلی زحمت کشی داریم که در شفاخانه شبان روزی تلاش میکنن که اقدامات خیلی پیشگیرانه شدید خوب به منعیسه ظهور بگذارن و داخل شفاخانه اجرا کنن که خوشبختانه تا فعل حال خیلی زیاد موفق بودن. همکاران عزیز ما در شفاخانه در صحت عامه خیلی زیاد کوشش میکنن، در صحت محیطی و زیاد مطالب صحی پخش میکنن و از طریق از او، و همچنین ما در اخیراً خبر شدم که یک مرکز خیلی بزرگ خبر و قسمت شیدهی به خاطر قرنطینه کردن بیماران مصابین احتمالی که شاید بعداً به وجود بیایه ایجاد شه، که من تا فعل حال خدمت بینندگان عزیز باید عرض کنم که تعداد کل مصابین کرونا در هرات، او هم از طریق ایران که مراجعه کرده به هرات، 4 نفر بیشتر نیه، 20 نفر نیست، 30 نفر نیست، 10 نفر کشته نشده تا حال، هیچ مرگی هم خوشبختانه ما از اثر کرونا به هرات و افغانستان نداشته. از او اساسه که من باز هم خواهش میکنم از بینندگان عزیز که به شایعات توجه نکنن، بیشتر توجه حفظ و صحه فردی خود داشته باشن. و همچنین راجع به ادامه سوال شما باید بگم که همکاران ما زیاد زحمت میکشن و تا جایی که امکان داره یک شفاخانه 80 الی 100 بستر به خاطر قرنطینه کردن بیمارا در نظر گرفته شدن که ما امیدوارم که این شفاخانه هرگز به پوری نرسه. دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، آیا بدن هم معافیت پیدا میکنه در قسمت این ویروس؟ خوشبختانه بله، از طریق دانشمندان مطالعه کردن که اگر این ویروس برای اولین بار داخل بدن انسان بشه و انسان از این ویروس جان و سلامت میبره، که انشالله میبره و ما مطمئنم میبره، به دلیل از اینکه این ویروس بیشتر پیش کسای مشکل سازه و مشکل ایجاد میکنه که از نظر سیستم معافیت از اونو خیلی پایین باشه، مثلا کسایی که دیابت خیلی شدید دارن پرهیز و رژیم غذایی خود مراعات نمیکنن، مشکلات قلبی دارن، فشار خون بالا دارن و سن خیلی بالا دارن، بالای 80 سال، برای از اونها مشکلات زایه. ولی کسایی که ورزشکار باشن، کسایی که تغذیه درستی داشته باشن، از استرس دور باشن، حتما سیستم معافیت بالای ویروس را از بین میبره و کنترل میکنه. و اولین بار به بدن انسان در صورت که ویروسی داخل میشه، وقتی که انسان شفایاب شد، مجدد که این ویروس به وجود انسان داخل میشه، مثل دیگه سایر سرماخوردگی ها هیچ گونه مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. مریض 3 تا 5 روز دوری خورکتای کرد، خوشبختانه شفایاب میشه، که انشالله به امید همون روزی به بین تمام انسان های روی کره زمین. سپاسگزارم از اینکه در برنامه تشریف آوردین جناب دکتر. تشکر جناب محمدی گل، و از توجه همه عزیزان تلویزیون خوب اسرا تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه در سلامت و صحت کامل به سر برن. تشکر. بله، سپاسگزارم از جناب آقای مطهری که تشریف آوردن، با وجودی که مصروفیت داشتن و لحظه زمانی بود که اینا باید در معاینه خانه میبودن و مریضا منتظرن، بیشتر وقتشان رو نمیگیریم، میان برنامه کوتاه میگیریم، بعد از میان برنامه با بخش بعدی برنامه ما رو همراه باشید.